مردم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که بخت و افتخار این رو دارم که این شب رو در خدمتشون باشم با بحثی که به بهانه تعطیل شدن کلاس داستایفسکی خانی یکی از اساتید در ایتالیا تصمیم گرفتم اجراش کنم البته بیشتر قرارم این بود که با دوستان هم گفتگویی کنم چه بد که بخت این رو ندارم که دوستان رو ببینم از نزدیک و بشنوم و امیدوارم که این آرزو محقق بشه روزی شروع میکنم با یک مروری بر اینکه چیکار میخوایم بکنیم امروز در این احتمالا یک ساعت یک ساعت و نیم یا شاید دو ساعتی که در خدمتتون هستم واقعیت اینه که میخوام به یک، یکی از مسائلی که داستایفسکی طرح میکنه و مسئله بسیار مهمی است بپردازم و از خلال خوندن بخشی از متن برادران کارامازوف یعنی رومانی که احتمالا خیلی از شما دیدید البته قول نمیدم برای کسانی که داستایفسکی شناس باشن مثلا از زبان روسی داستایفسکی رو بخونن نکته قابل ارزی داشته باشم اما در واقع سعی میکنم بعضی از دشواری هایی که دست کم در خواندن این متن ممکنه آدم باهاش مواجه بشه رو با هم دیگه بررسی کنیم و به نگاه داستایفسکی پسا پشت متنی که نوشته پی ببریم با این شروع کنم که یکی از مسائلی که همیشه داستایفسکی باهاش دست به گریبان بوده مسئله شادکامیه مسئله خوشبختیه بشره نمیدونم اونایی که منو دنبال میکنن یادشون هست چند سال قبل من با دوست عزیزم آرش کمالی در کانون فکر آرکه موقع که هنوز آرکه کار میکرد و رونقی داشت و پیش از ایام کرونا خیلی پیش از ایام کرونا اون موقع ما یک مناظره ای در مانک رو مناظره های مانک مناظره خیلی معروفیه اگه دوستان ببینن خود منم یکی از جلاش رو ترجمه کردم درباره آینده داری اون مناظره مانک درباره این بود که آیا انسان خلاصه خوشبخت شده یا نه روزهای آفتابی بشر فرا رسیده یا نه و خب به طبع اون این پرسش زمینی که آیا هرچی میریم جلو خوشبختتر میشیم یا نه شادکامی انسان بیشتر میشه یا نه خب دو تا فیگور اصلی اون مناظره یکی استیون پینکر معروف بود و یکی الان دوباتون یعنی فیلسوف سویسی اصلی که دانشگاه رو ول کرد و رفت سراغ همگانی کردن فلسفه اونجا این بحث بود که خب پینکر یه سری آمار نشون میداد میگفت که آقا طول عمر بالا رفته حتی زری پوشی بالا رفته و استدلال میکرد که اطفا نظر به آماری که میبینید انسانها تر شدن انسانها خوشبختتر شدن رو میشه تو دل یه پروژه فهمید که ما تو ادبیات بحث میشناسیم اون رو بهش میگیم پروژه روشنگری Enlightenment یعنی وعده ای که پروژه روشنگری میداد به تعبیر کسی که شاید به یه نحوهش گفت بیانیش رو در آلمان نوشت در روشنگری آلمان یعنی کانت پروژه‌ای که وعده میداد بشر رو از اون حقارتی که درش گرفتاره بیرون بیاره و بالغ کنه و البته زمین رو خانه بهتری برای ما آدم ها کنه وعده پیشرفت این خود همین ایده پروگرس ایده این که فردا جهان بهتر از امروز خواهد بود و پس فردا بهتر از روز قبلش خواهد بود این همیشه ایده ای نبوده که بشر در ذهن به شاید شما اگه در جهان باستان زندگی می کردید اینطور فکر می کردید که اتفاقا ما نه با یک جور پراگرس یا پیشرفت بلکه با یک جور ریگرس با یک جور پسروی طرفیم هرچی که میریم جلو از اون اصالت روزهای نخستین کم میشه روشنگری و پیش از اون انقلاب علمی به ما نشون داد که نه میشه آینده بهتر از امروز باشه میشه زمین به منزله منزل ما منزلگاه ما زیستگاه ما هر روز بهتر و بهتر بشه هر روز آدمیان شادکامتر بشوند هر روز خوشبختتر بشن آدمیان خب مسئله داستایفسکی این هست اگر که روشنگری به ما این وعده رو میده که شما آزادتر میشوید و به طبع این آزادتر شدن شادکامتر میشید داستایفسکی حالا با این مضمون مواجه میشیم تو بخشی که میخوام بخونم میخواد به ما بگه که اتفاقا برعکس شادکامی و خوشبختی در گروه نبود آزادیه برای آدمیان یعنی اگر که داستایفسکی زنده بود در اون مناظره استیون پینکر و آلن دوباتون جانب اردوگاه دوباتون رو میگرفت بنابراین یک لایه از قصه ای که امروز میخوام بگم رو در همین وعده روشنگری باید فهمید در همین که ما جلو میریم پیش میریم و خوشبختتر میشیم و آزادتر میشیم همون مضمونی که دستایفسکی در مثلا های زیرزمینی هم همین رو پرورونده اگه دوستان دیده باشن یعنی اونجا یک با یک فیگوری که به قول خودش کینتوزه و بدخواه و به تعبیر مترجمان انگلیسی سپایدفوله و یه آدم میون ای که در واقع مدام مسئلهش مسئله همین آزادی و نسبتش با شادکامی و ایناست در بخشی که از امروز میخوایم بخونیم بخشی است از رمان برادران کارامازوف نمیخوام رمان رو باز کنم ولی خیلی به اجمال بگم آه ما در واقع با خانواده کارامازوف طرفیم خانواده ای که فیودور پدر خانواده جوری که از خلال رمان می شود فهمید یک آدم بی اخلاق کثیف بی شعور الکلی زنباره بی دین و ایمونی که یک زندگی خوکی داره و اینو تا حدی حد به سه پسرش هم داده و روایت حول اون سه پسر و این پدر باز میشه و خود همین سگانه های متنم قابل توجهه جوری که میریم جلو همینجور با این سگانه ها شما مواجه میشید خب یکی از این پسرها دیمیتریه که یه خورده با وجدانتره میشه روایت تو رومان دنبال کرد یکی دیگه ایوانه که محل تمرکز کتابه و یه فیگوریه که میشه گفت نماینده افکار روشنگریه یعنی یه جور فیگور تحصیل کرده قرب حامی ایده های روشنگری ایتئیست یا دست کم لاعدری اگناستیک در مورد مسئله خدا خیلی عقلگرا و البته تا حدی نهیلیست و این مسئله نهیلیزم یعنی اینکه جهان هستی آیا هیچ ارزشی نداره خب این از جهان باستان موضوع بحث بوده تا به طور خاص ادبیات روس یعنی ما گونه ای از نهیلیزم داریم به جز اروپایی نمیتونم نیهیلیزم یونان باستان نیهیلیزم جریانات نهیلیستی دیگه ما یک شکل خاص از نهیلیزم رو در دل ادبیات روسیه داریم که حتما شما به اون رمان معروف ترگینیوف دیدید که در واقع پدران و فرزندان که خب اونجا ما با یه فیگور نیهیلیست اونجا طرفیم باز دوباره اینجا هم ایوان همینه یعنی یه فیگوری است که به یه شکلی از پوچی رسیده به یه شکلی از این که آره این دنیا حالا شر به یه شکلی از آپتیمیزم بد... به یک شکلی از میخوام از پسیمیزم بدبینی یا شر انگاری جهان که خب و هم دیگه حالا روایتی رو از زبانش امروز میشنویم و آلیوشا یعنی پسر کوچکتر خانواده که حالا در واقع مؤمنه و رفته توی یک کلیسایی یک کشیش است و یک دفعه با مرگ استاد بزرگش که خیلی براش احترام قائل بوده مواجه میشه و با این صحنه که بدن این هم مثل سایر بدن ها میپوسه متلاشی میشه چطور این پیر میشه و, همه اینها. ها اگه بخوام بگم تو این رمان برادران کارامازوف شما جا به جای رمان با اندیشه های بکر روبرو میشید با تفاسیر نا با نگاه های به توضیحی که خواهم داد بدبینانه با تفاسیر سوء زنالود مواجه میشید و خوندنش فارغ از خود روایت چقدر جذابه گذافه گویی نکردم من میخوام دو تا بخش رو یعنی تمرکز اصلیمون روی همون مفتش بزرگه ولی فصل قبلیش یعنی فصلی که تحت عنوان شورش یا تقیان ربیلین میشناسیمش از اون شروع کنم و مسئله ای رو که باز ایوان اونجا طرح میکنه رو با هم ببینیم که این مسئله در ادبیات بس مشهور به مسئله شر مسئله شر این که در این جهان شروری هست این که در این جهان حالا در قالب نمادین شیطانی هست که در واقع منشأ شره و خب مسئله ای که این شر برای کانسپتی که ما میشناسیم در طول تاریخ فلسفه یعنی تئودیسه عدل الهی ایجاد میکنه به این شکل که تلقی که ادیان دست کم سامی از خداوند میدن اینه که خداوند میدونید شما آمنی پاتنته یعنی همه کار میتونه بکنه همه توانه آمنیشینته یعنی دانای کل همه چیزو میدونه و در این حال خیره خوبه شر نیست اگر این خداوند وجود داشته باشه در کنارش ما یه تصویر دیگری داریم از اینکه در جهان شروری وجود داره شروری که قلب انسانها رو به درد میاره و به انسانها رنج تحمیل میکنه و خب تئولوژیان و متکلم ها همیشه دنبال همینن که یه جوری این مسئله شر رو به حال رفع و رجوع کنن حالا گاهی هم این پاسخ دادن ها خیلی متکلفانه میشه از این جنس که مثلا شر وجود ادمی داره بنابراین یا اگر شهری رخ داده لابد اون دانای کل قادر مطلق میدونه که یه خیری پشتشه و خلاصه گاهی اوقات این پاسخ دادن ها و این متکلم بازی ها این دربانی ها برای دفاع از ایده خدای ادیان ابراهیمی تبدیل میشه به یه جور بازی های متکلفانه نچسب در واقع ایوان در اون فصل توقیان که در واقع فصل چهارم از کتاب پنجم برادران کارامازوفه مسئله شر رو طرح میکنه چون بعدا ما با این شر سر و کار داریم اساسا بحث امروزمون در مورد همینه منطق شر به همین سببه که بد نیست که مثالی که میزنه مثال خیلی خاندنی است و من این رو با شما در میون بذارم در گفتگویی که در واقع با آلیوشا ترح میکنه از همینجا ما اگر بریم سراغ متن قصه ای رو میگه یعنی دو سه تا قصه میگه که این دو سه تا قصه خیلی تکان خیلی آدم رو در واقع شک میکنن و, و, هدفش هم این شک کردن آلیوشا در مقام کسی که رفته به کلیسا خدمت میکنه و اینجور چیزا یکی از این روایت ها رو من انتخاب کردم که بخونم از زبان ایوان و با تصویر سازی دستایفسکی ببینید کوتاه و بعد برمیگردم و بحث رو ادامه میدم میگه که در تیره ترین روزهای نظام ارباب و رعیتی بود در آغاز قرن در آغاز قرن ژنرالی بود با پیوندهایی با جامعه اشرافی و زمینداری بسیار ثروتمند و زمینداری بسیار ثروتمند از آن جور آدم ها که پس از بازنشستگی از ارتش تقریبا با اطمینان احساس می کند که خدمتش در ارتش اختیار مرگ و زندگی رعیتهایش را به او داده است در آن روزگار چنین مردمانی بودند باری این جنرال در ملکش که دو هزار نفوس داشت مستقر شد یک, یک جایی که دو هزار از این رعایا و اینا اونجا بوده دیگه با تکبر راه میرفت، با همسایگان فروده است طوری رفتار می کرد که انگار انگل و دلغه کند در سگدانیش صدها سگ و تقریبا صد پرورش دهنده سگ داشت همه با لباس مخصوص همه اسب سوار و چنین بود که روزی یک رعیت خانگی پسری هشت ساله هنگام بازی سنگی انداخت و پنجه سگ محبوب ژنرال را زخمی کرد چرا سگ محبوبم میلنگد؟ به او گزارش دادند که این پسر سنگی به طرف سگت انداخته و زخمیش کرده ژنرال نگاهی به سر تا پای پسر انداخت پس تو بودی بگیریدش گرفتندش و او را از مادرش گرفتند و شب تا صبح حبسش کردند سپیده صبح ژنرال سوار بر اسب با لباس کامل راهی شکار می شود دور تا دورش انگل ها انگل ها این همین رعایا سگ ها پرورش دهندگان سگ شکارچیان همه سواره رعیت های خانگی را برای ادب کردن جمع کردند مادر پسر خطاکار پیشاپیش همه پسر را از حبس بیرون می آورند. یک روز دلگیر و سرد و مهالود پاییزی روزی بزرگ برای شکار ژنرال به آنها فرمان می دهد که لباس پسر را درآورند لختش می کند می لرزد. از ترس دیوانه شده جرأت جیک زدن ندارد ژنرال فرمان می دهد بدوانیدش شکارچیان فریاد می زنند بدو بدو پسرک می دود. ژنرال فریاد میزند بگیریدش و تمام سگهای گرگی را از بند رها میکند او را جلوی چشم مادرش شکار میکنند و سگها بچه را تکه تکه میکنند یک روایت دراماتیک از ظلم یکی از خوانین یکی از اشرافزاده ها به یک پسری که به سگ اون سنگ انداخته این رو ایوان میگه برای اینکه قدرت شر رو به ما نشون بده خب شری شر که گذافی است یعنی شری شر که شما مثلا اگه بگید یه حکمتی پسا پشت اینه حرف قریبی زدید حتی حرف نچسبی زدید حرف متکلفانه ای زدید و بعد ایوان ادامه میده که پرسش اساسی ایوان اینه آیا می شود با وجود چنین شروری در جهان که بدیهی است که چنین شروری وجود دارند برویم و به یک همچین خدایی که جواز این شرور رو داده یعنی دست کم همه کار میتونسته بکنه چون آمنیپاتنت قادر کله ولی جلوش رو نگرفته به یک همچین خدایی مؤمن باشیم و پاسخ ایوان اینه که نه نه ما نمی من نمیتونم یه همچین من ایوان نمیتونم یه همچین ایمانی رو بپذیرم و خب با این کار داره در واقع بذر شک رو در جان ایوان میندازه بذارید بذارید باز که از از گفتار ایوان رو بخونم بذر شک رو در جان آلیوشا میندازه آلیوشا شاید این طور باشد که اگر تا آن لحظه زنده باشم لحظه ای که حالا همه زنده میشن و خدا قرار عدالت رو برقرار کنه یا دوباره زنده شوم و آن را ببینم خود من چه بسا با نگاه به مادر که شکنجهگر کودکش را در آغوش میگیرد با همه دیگران فریاد برخواهم آورد ای خداوند تو عادلی میگه منم اگه زنده شدم اونجا بعد که حالا میخوان این مادر رو یه رنج رو پسر برده یه رنج رو هم مادر برده که جلوش بچهش رو تکه پاره کردن میگه اونجا وای میسم و میگم که خداوند تو عادلی با بقیه ف... با بقیه توده خود مسئله گله یا توده مسئله که ما بهش امروز میرسیم تو فصل بعد موضوع اصلیش اینه منم با بقیه توده مردم فریاد میزنم که آه عدالت برقرار شد تو چقدر عادلی اما نمیخواهم با آنان فریاد بزنم تا وقتی هنوز وقت هست شتاب دارم تا از خودم در برابر آن فریاد دفاع کنم و بنابراین مطلقا همه هماهنگی والاتر را انکار میکنم به یک قطر اشک کوچک حتی آن کودک شکنجه دیده که با مشت کوچکش به سینه میکوفت و به درگاه خدای عزیز در مستراح گندناک با اشکهای نامعجورش دعا میکرد نمیارزد تصویر سازی دستایفسکی رو ببینید زجه های کودک در اون لحظه میگه این نمیارزه به این این جبران پذیر نیست این جبران این بازخرید نمیشه این بازخرید نمیشه اون اشکال دیگه اون اشکال ریخته شده اون رنج اون رنج برده شده خب بنابراین ما در فصل قبل از فصل که میخوایم فصلی که امروز میخوایم با هم بخونیم یعنی فصل گراند اینکویزیتور مفتش اعظم با همین تصویر طرفیم یعنی با تصویری از یک در واقع مسئله اساسی که مسئله شره و خب شما این جمله رو از قول ایوان کارامازوف شنیدید در کتاب های مختلف که یک جمله است که معمولا تو ادبیات بحث از نیچه از این جمله زیاد یاد میکنن که اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است و خب این جمله اساسا یک جمله نیلیستیه و اگر این مقدمه دیگر رو بهش اضافه کنیم که نیچه به ما میگفت که خدا مرده است که حالا خود این مرگ خدا یک بحث مهمی رو میطلبه الهیات مرگ خدا اون وقت از این دوتا نتیجه میگیریم پس هر کاری انگار مجاز است البته این نتیجه است که به هیچ نیچه قرار نبود باش موافقت کنه چون نیچه نمیخواست به این نیهیلیزم تم بده خب برم سراغ مفتش اعظم قبل شاید بعد نباشه اینو بگم ترجمه ای که من از روش میخونم البته با رجوع به متن انگلیسی گای اوقات قدری تغییر توش دادم ترجمه آقای احمد علی غلیانه. من یه بار مثلا 22 سالگی میشه 20 سال پیش ترجمه آقای ساله حسینی رو خوندم از این برادران آره کارامازوف و بار دیگه که برگشتم گفتم با یه ترجمه دیگه بخونم که این ترجمه است به نظرم هر دو ترجمه ترجمه خوبی هن. یعنی خیلی خوبن قابل قبولن میدونیم که دستایفسکی اندیشمند نیمه قرن 19 یعنی معاصر با مارکس و معاصر با یه فیگور دیگه که من گاهی اوقات ازش حرف میزنم اگه دوستان دیده باشن بحثای منو هنری دیوید ثرو در مسکو متولد میشه طبق معمول که این دیگه حالا توی نیمه قرن 19 خیلی متداوله که پدران در مقابل فعالیت های بچه ها در نمیدونم علوم انسانی و ادبیات و شعر و اینجور چیزا میستن درست مثل حکایتی که در مورد مارکس میبینیم در مورد بودلر میبینیم در مورد اکثر این فیگورا میبینیم در مورد داستایفسکی هم با پدرش میبینیم این رو که مخالف اینه که این سراغ کار ادبی بره و خب این به تبع اون روح علم زده اصر روح پوزیتیویستی اصر که حالا مهندسی و پزشکی و اینا بالاخره به یک درد این جهانی میخورن ادبیات احتمالا چیزیه که به دردی نمیخوره و به همین دلیل پسر رو میفرسته مهندسی بخونه همون سالی که هنری دیوید ثرو از دانشگاه هاروارد فارغ تحصیل میشه دستایفسکی تحصیل خودش رو در رشته مهندسی نظامی در یک کالجی در سنت پترزبورگ شروع میکنه اما از غذا پدر به دست رعایا کشته میشه و این اتفاق باعث میشه که داستایفسکی بتونه از بخت خوش بشریت چون این جور بزرگان متعلق به بشریتند، برگرده و به کار ادبیات ادامه بده خب یک اتفاق تروماتیک که اتفاق خیلی ناراحت کننده در زندگی داستایفسکی رو اگر بخوام یاد کنم خب میدونید داستایفسکی در زمان تزار نیکولای اول زندگی میکرد یک گرایش متعادل سوسیالیستی هم داشت و مثلا اگر شما اون رمان بیچارگان رو خونده باشید که باز با ترجمه آقای خشایار دهیمی در دست ماست میتونید این رو ببینید که خب حکومت تزاری قاعدتا با کسی مثل داستایفسکی میانه خوبی نداره به خاطر همین گرایش سوسیالیستیش در دل یه حاکمیت فودالیستی تا اینکه 1849 دستگیر میشه داستایفسکی و یه عده دیگه با این ادعا و این اتهام که در توطئه علیه حاکمیت تزار نقش بازی میکردند و به اعدام محکوم میشه و این ماجرای اعدام خیلی ماجرای جالبی میشه یعنی هشت ماه توی زندان میمونه یک دفعه در یک نمایشی اینا رو میارن تو میدون شهر و خلاصه تبلها به نواختن در میاد و احتمالا سرود ملی زده میشه و جمعیت میان برای تماشای منظره اعدام که ناگهان فرمان میرسه که تزار اف کرده داستایفسکی و دوستانشون خب این روال همین حاکمیت های اینطوری هست یعنی یک ترس ایجاد کنن و بعد یک رحمتی به خرج بدن که این ترس و رحمت با هم دیگه بر حال غریم بشه خود داستایفسکی تعریف میکنه که یکی از کسایی که اونجا بود عملا دیوانه شد یعنی همون کسی که کنار دستش بوده عملا دیوانه شد و ما این رو میدونیم که داستایفسکی سر داشت و خب بیماری سر خود داستایفسکی هم تشدید شد اتفاقی که افتاد این شد که به جای اعدام اینا رو فرستادن که برن چهار سال کار سخت بکنن در سیبری مونتا فرض کنید که بعد از این چهار سال داستایوفسکی چه شد قاعدتا باید داستایوفسکی تبدیل بشه به یک منتقد مادام العمر حکومت تزاری که حالا اون نمایش اعدام رو راه انداخته بعدم که چهار سال تبعید و کار سخت در سیبریو ولی این اتفاق نیفتاد و برعکسش رخ داد داستایفسکی تبدیل شد به یک ناسیونالیست قرب ستیز دو آتشه دشمن قرب دشمن کلیسای کاتولیک رومی یعنی رومن کاتولیسیزم و نه لزوما دشمن مسیحیت از نوعی از ایمان مسیحی دفاع میکنه نوعی ایمانی که شبیه به مؤمنان زیستن است که کیرکگور به ما یاد میده یا فیلسوف های دیگه به ما یاد میدن ولی به هر حال دشمن کاتولیسیزم این نگاه رو داشته باشید برای اینکه وقتی از مفتش اعظم حرف میزنم شما مفتش اعظم رو یک جور فیگوری باید بدونید که تمام اون رضائل کلیسای کاتولیک رو هم در این حال داره بازنمایی میکنه خب برم سراغ خود قصه یعنی مفتش اعظم یا مفتش بزرگ اول خود همین تایتل مفتش اعظم تایتلی است که به رهبر رسمی انگیزاسیون اسپانیا میدادن خب شما میدونید انگیزاسیون یعنی اون محاکمات عجیب و غریب کلیسا و بعد اون مجازات های سفت و سخت سوزاندن آدم ها صحنه روایت در دل انگیزاسیونه یعنی جایی که اصر تروره اصر وحشته اسپانیای قرن 16 هم این روایت داره اونجا توجه کنید که میتونست یک صحنه مدرنتری رو مثلا در همون قرن 19 هم در سن پترزبورگ یا مسکو انتخاب کنه ولی اونجا داره این روایت تقریر میشه در یک شهری به نام سویا در یک شهری به نام سویا کاردینال پیری وجود داره که این شرور غرب رو و شرور کاتالیزیسم رو بازنمایی میکنه جوری که گفتم حالا داستایفسکی ما بعد از ماجرای مجازاتش غرب ستیز شده و ملیگرا شده میدونیم که در اسپانیا شاه و ملکه یعنی اون فردیناند و ایزابلای معروف که خب ازدواجشون هم چه ماجراها داشت اینا در واقع شروع کرده بودن به تعقیب دگراندیشان یعنی مسلمون ها و یهودی ها و اینا رو میگرفتن و انبالشون رو مصادره میکردن و خلاصه میسوزوندنشون یک کشیش اونجا بود که اتفاقا کشیش اقرار نیوش شاهزاده یعنی است که این کشیش اسمش هست توماس دو تورکامادا که مفتش بزرگ قصه ما در واقع به یک شکلی بازنمایی ترکامادا هم هست یعنی دلالت بر اون هم داره که خب معروفه دیگه که این مثلا به دستور خودش فقط دو هزار نفر رو سوزونده این یک صحنه پس ما برگشتیم به قرن 16 اسپانیا با در واقع ترکامادا و مفتش اعظم در عین حال شما در مسیحیت آموزه ای دارید به نام سکند کامینگ یا باز آمدن مسیح مسیح دوباره خواهد آمد این این ادعای آخر زمانی و حالا داستایفسکی داره مسیح رو در این صحنه یعنی در عصر انگیزاسیون در حضور مفتش بزرگ در حضور کاردینال پیر قصهش که یه پاشم تو واقعیت اسپانیا زنده میکنه و دوباره برمیگردونه روی استیج پس در واقع شما وقتی که این فصل رو میخونید این فصل سکند کامینگ یا باز آمدن مسیح در دل یکی از رعبنگیزترین اعثار مسیح قرار برگرده که داوری کنه نمیدونم به خوبا پاداش بده بدار و کیفر بده ولی حالا در دل دوران انگیزاسیون مسیح رو روی صحنه برمیگردونه در شرایطی که مفتش بزرگ داره قتل عام میکنه آدم ها رو انگار مسیح وقتی میاد وقتی زاده میشه که قدرت دست شره باز برمیگردیم به مسئله شر شر گرفته همه جا رو خب همینجا من یک نکته ای رو اشاره کنم و اون تفکیک دو چیزه که ما در داستایفسکی میبینیم در نیچه میبینیم در کیرکگور میبینیم و اون تفکیک کرایست از کریستندام یعنی تفکیک شخص مسیح از عالم مسیحیت از دم و دستگاه مسیحیت از آنچه که به نام مسیحیت میشه درست مثل کیرکگور درست مثل نیچه داستایفسکی هم نگاهش همینه البته نیچه خب میدونید از ستایندگان داستایفسکیه نگاهش همینه که شخص مسیح یک چیزه کریستندام دم و دستگاه مسیحیت جهان مسیحی یک چیز دیگه است ما اینو در کیرکگور میبینیم که کلیسا رو به سخره میگیره جهان مسیحی رو به سخره, سخره میگیره در حالی که برای مسیح احترام زیادی قائله من این جمله رو همیشه گفتم کیرکیگور میگفت مردم در کلیسا شرکت نکنید در نمایش مسخره کردن خدا شرکت نکنید درست مثل نیچه درست مثل نیچه نیچه بذارید یک دو تا جمله ازش بخونم در مورد همین همین جدایی کرایست از کریستندام کلیسا همان جایی است که مسیح بر ضد آن موعظه میکرد و به هواریون خود یاد میداد علیه آن بجنگند میدونید کلیسا کجاست همون جایی که مسیح میگفت بعد ما علیه این بجنگیم مسیح من این, این, مال اراده قدرت بند 168 مسیح منکر چه بود منکر مسیحیت <تصفح> مسیحی که منکر دقیقا همون چیزیه که به نامش برپا شده و خب جای دیگه داریم که ستایش میکنه نیچه مسیح رو توی مثلا انسانی زیاده انسانی اونجا میگه مسیح والاترین آدمیان بود ولی مسیحیت رو شما میدونید نیچه بهش چه جوری نگاه میکنه در واقع مسیحیت رو نیچه ساخته پل قدیس میدونه خدای پل ساخته خدایی که پلس قدیس ساختتش و خب نیچه با این بده برگردم به قصه پس مسیح دوباره آمده کرایست آمده در دل کریستندام در دل جهان مسیحی و به طور خاص جهان انگیزاسیون با, با, یک فیگور شیطانی که قدرت رو در دست داره و حالا مسیح داره رد میشه انبوه جمعیت دنبالش دیگه صحنه رو میتونید تصور کنید که درخواست شفا دارن درخواست معجزه دارن درخواست دارن مسیح نطقی بکنه تا اینکه مفتش بزرگ نمیتونه این صحنه رو تاب بیاره و دستور میده مسیح رو دستگیر کند مسیح دستگیر میشه توسط نیروهای مفتش بزرگ و به زندان انداخته میشه این لحظه ایه که شر عملا بر خیر چیره میشه شر میتونه خیر رو برداره بندازه گوشه زندان و شما حالا مسیحی رو میبینید سایوار در گوشه زندان که این بار به جای اینکه مسیح برای ما حرف بزنه مفتش بزرگ میره سراغ مسیح نیروی شر میره سراغ مسیح و شروع میکنه نطق کردن برای او. نطقی که در اون مسیح فقط شنونده است. توجه کنید که پیغمبران شنونده نبودند. پیغمبران آمده بودند ابلاغ کنند پیامی رو، پروفسی کنن به قول انگلیسی یا ها هایی رو برای ما بگن. گفت که این شاعر معاصر آقای عبدالملکیان یا عبدالملگرو گروس گروس عبدالملکیان میگه که این بار یک پیامبری بفرست تو یکی از شراس این بار یک پیامبری بفرست که فقط گوش کند یک <applause> پیام <applause> حالا مسیح در روایت دستایفسکی همینه شاید همین شعر رو هم متأثر از همین مفتش اعظم گفته مسیح در این روایت مف... همینه این مسیح فقط گوش قراره بکنه این بار یه داره آخر روایت که براتون خواهم گفت مفتش بزرگ میره در زندان پیش مسیح و براش یک نطق مفصل میکنه برای اینکه توجیه کنه شر رو برای اینکه بگه چه منطقی پشت کار شر هست منطق شر رو در بیاره برای اینکه توضیح بده که چرا به جای مسیح به شیطان ایمان آورده خوب توجه کنید که چه اتفاقی داره میفته ما قراره با خوندن این بخش سرشت شر سرشت شیطان رو بهش بهتر بشناسیم منطق شر رو بشناسیم این کاریه که داستایفسکی میکنه دیگه باختین به ما میگفت داستایفسکی ادبیاتش یک جور ادبیات چند صدایی پولیفونیه یعنی ما با منطقهای گوناگونی طرفیم که اینا هر کدوم واقعا وقتی از درون بهشون نگاه میکنه اینا موقعن حالا منطق شر رو میتونه برای ما بازنمایی کنه جوری که بعد که تموم شد ما بگیم که آها این حق داشت دیدید مثل این مثل این در واقع, در واقع این منطق منطق دایالوجیکاله دایالوجیکال دقیقا به همین معنی که دو تا منطق وجود داره یا چند تا منطق وجود داره که هر کدوم از اینا منطقای برحقن برخلاف شرایطی که یک منطق وجود داره یک نطق و یک منطق مونولوجیکاله دی تو این شاید دیده باشید تو این سریال های مثلا چه میدونم دینی سریال های حالا تو کشور خودمون تو. که آدم میبینه اینجوره مثلا یک نیروی خیری هست بعد این میاد با یک منطقی با اون آدم آدم بدا شر را حرف میزنه اونا میگن که اوکی ما عجب تا حالا این کسی این حرفا رو با ما نزده بود آقا ما مجاب شدیم و یک دفعه منطق شر سیطره خودش رو منطق خیر سیطره خودش رو بر شر برمیافتنه چیره میشه بر منطق شر در این نگاه این نیست در این نگاه وقتی که ما دیالوگ بین خیر و شر رو میشنویم که البته مسیح حرفی نمیزنه ولی حرفاش رو زده قبلا ما میدونیم و خود مفتش داره حرف منطق مسیح رو هم در خلال حرفاش میگه وقتی که ما دیالوگ بین خیر و شر رو میشنویم وقتی که دیالوگ بین شیطان و رحمان رو میشنویم وقتی دیالوگ بین کفر و ایمان رو میشنویم میگیم ببین شر هم یه منطقی داره بیراه نمیگه باید بهش فکر کنیم دست کم این همون چیزیه که معروف میشه در ادبیات فلسفی به هرمنیوتیک سوزن یا تفسیر بدگمانانه چیزی که پول ریکور میگفت نیچه فروید و مارکس اساتید بدگمانیان هن Masters of آف ساسپیشن اساتید سوزن این که ما بیایم نگاه کنیم به خود انسان این انسان یک چیزی رو درست کرده به نام شیطان که منشأ شرارت در بیرون از خودش نکنه این شر این شرارت اگر قدری بدبینانه تر بخوانید واقع بینانه تر نگاه کنیم این شرارت در درون خود انسان باشه بذار یه خورده با یه عینک دیگری به انسان نگاه کنیم نکنه این شیطان خود انسانه اصلا در درون انسانه اصلا انسانه که راه رو براش باز میکنه اینجاست که اون اون منطق شر با خوندن این متن ما رو مجاب میکنه که همدلی کنیم باش بگیم آه ما اینیم راست میگه ما اینیم یه تصویر دیگر یه کانسپشن دیگری میشد از ما داد شب اول زندان مفتش میره پیش مسیح و نطق خودش رو ارائه میده یک لایه دیگه به این روایت اضافه کنم علاوه بر اینکه این رو بگذارید گفتم تو دل اصر روشنگری و نگاه داستایفسکی به اصر روشنگری و قرب و حالا جدال منطق شر و منطق خیر و اینکه منطق شر هم حرفهایی برای گفتن داره یک لایه سومی هم به این اضافه کنید و اون گفتگوی درونی حالا یک شخصی به نام کاوه با خودش یعنی شخصی که حالا شما اگه اندیشه های من رو دنبال کنید میدونید خشونت پرهیز و پیرو دستکم از بعضی جهات پیرو به یه شکلی از تفکرات گاندی که آره ما در, در با, با خشونت پرهیزی می توانیم تغییر ایجاد کنیم ما با خشونت پرهیزی میتونیم جلوی خشونت رو بگیریم و حالا یه پاره دیگه که بهت میگه چطور میخوای این شر سالی که معمولا توی فضای مجازی هست چطور میخوای جلوی این شر بزرگ رو با خشونت پرهیزی بگیری باز باز این رو در دل این, این دیالوگ بذارید من آخر کار دوباره به این برمیگردم چطور میخوای چطور میخوای با به تب اگه آشنا باشید با تعابیر گاندی با نمیدونم ساتیاگراهه با سواراج با اینجور چیزا جلوی خشونت برهنه و اوریانی که ما تو ریل پالیتیک تو سیاست واقعی جهان امروز میبینیم چطور میخوای جلو این رو بگیری مفتش اعظم میره سراغ مسیح و شما میدونید شعار مسیح دست کم اونجوری که در این کتاب پرزنت شده و همونجوری که گاندی متأثر از مسیح بوده اینه که من میخوام شما رو آزاد کنم حقیقت آزادی آزادی می آورد و مسیح قرار ما رو آزاد کنه مسیح ما رو آزاد گذاشته که انتخابش کنیم و چون حقیقت به تعبیری بعد از این که انتخابش کردیم باز میبینیم آزادی هم در همین انتخاب بود اما مفتش بزرگ میخواد مسیح رو ناامید کنه مفتش بزرگ میخواد به مسیح بگه اساسا مردم آزادی نمیخوان چطور تو فکر کردی مردم رو نمیشناختی انسان شناسی نادرستی داشتی درکت از سرشت انسان نادرست بود که فکر میکردی که مردم آزادی میخوان نه مردم چی میخوان مردم امنیت میخوان مردم یه ستون سفت میخوان که روش وایسن که تردید درش راه نداشته باشه خیلی لاپذیر باشه یه حبل متین میخوان که بهش چنگ بزنن اصلا مردم آزادی نمیخوان مفتش بزرگ میگه با هم دیگه حالا میبینیم بیشتر و میگه کلیسا داره اینو بهشون میده کلیسا داره اونچه که مردم میخوان همون رو بهشون میده تو سرشت انسان ها رو نفهمیدی برای همینه که کلیسا مخالف رو میسوزونه برای همینه که کلیسا خودش رو خطا ناپذیر میدونه برای اینکه سرشت انسان رو درست میشناسه بذارید چند بند باز از قول مفتش مفتش رو تصور کنید که داره مفتش بزرگ که داره به مسیح میگه ما بر آزادی فائق آمدیم یعنی دستگاه کلیسا برای این آزادی را ستاندیم که آدمی را خوشبخت کنیم باز برگردید به اون دعوایی که گفتم روشنگری ما را آزاد میکرد و با آزادی خوشبختی قرار بود برای ما برمقام بیاره دقیقا برعکس برای این آزادی را ستاندیم که انسان را خوشبخت کنیم و برای اولین بار است که اندیشیدن به خوشبختی ممکن شده مادام که انسان آزاد باشد چیزی نمیخواهد مگر این خواست مدام و بیوقفه و آزارنده که کسی را پیدا کند و او را عبادت کند مفتش میگه از این خبران نیست انسان رو آزاد بذاری خواستش اینه یکی رو پیدا کنه سجده کنه به پای او هیچ استرابی زننده تر میخوام هیچ استرابی آزارنده تر از این نیست که آدمی سریع کسی را پیدا کند تا موهبت آزادی را که این موجود مفلوک یعنی انسان با آن به دنیا آمده به او بدهد یعنی اصلا از منشه استرابینه من یکی رو پیدا کنم آزادیم رو تقدیمش کنم باز فراموش کرده ای خود مسیح میگه فراموش کرده ای که هات حت آدمی حتی مرگ را بر انتخاب آزادانه ترجیح میدهد نزد انسان هیچ چیز فریبنده تر از آزادی نیست و در همان حال هیچ چیز آزارنده تر از آن نیست آدمی ارزش تسلیم محض را چه بسیار میداند خب این مضمونی این مضمونی که مفتش اعظم داره ازش صحبت میکنه مضمونی است که ما در قرن بیستم دوباره تکرار میشه تحت عنوان ایده گریز از آزادی یا ترس از آزادی escape from freedom که شاید شما گره بزنید این رو خیلی این ایده رو دادن با, با, کسی که کتابی به این نام نوشت یعنی روانکاو مشهور اریک فرام یا ریش فرام در قرن بیستم ما باز, باز شاهد همین مفهوم گریز از آزادی هستیم به خصوص با شدن جنبش های توتالیتری که طرفداران گله ای پیدا میکنن طرفداران توده پیدا میکنن مردم میخوان اینا رو باز انگار معیدی است بر همین حرف که مردم دنبال اقتدارن دنبال امنیتن اگه بهشون دو تا گزینه بدی آزادی یا اقتدار نه آزادی رو انتخاب نخواهند کرد اتفاقا برعکس از آزادی میترسن از آزادی میگریزن چرا به خاطر اینکه لازمه آزادی تفکر سنجشگره تفکر نقاده لازمه آزادی نقد عرفه نقد باورهای پذیرفته شده است نقد وضع موجوده در عوض کانفورمیزم پیروی از گله تسلیم بودن فرمان بردار بودن این خیلی راحت تره این خیلی سرخوشی بیشتری داره فکرم نکنید حالا دا داستایفسکی داره اینا رو میگه ولی پاره ای از آزمایش ها در روانشناسی اجتماعی مدرن هم شبیه به همین حرف رو میزنن اگر که مثلا آزمایش سلمان اش رو ببینید مربوط به کانفورمیتی که چجور ما انسان ها دوست داریم خودمون رو تسلیم اقتدار کنیم دوست داریم تسلیم گله بشیم گریز از آزادی گوری... میل به گریز از آزادی اتفاقا همین ار... اریک فروم وقتی که میخواد همین رو توضیح بده که ما آدم ها چطور در میریم از آزادی من نگاه کردم ببینم از داستایفسکی هم یاد میکنه از مفتش اعظم نه ولی از برادران کارامازوف یاد میکنه تو اون کتاب میگه که میخواد همین رو در نسبت با پدیده هیتلر و نازیسم توضیح بده یعنی پدیده ای که شما عملا میبینید آنچه که مثلا فرض کنید جان لاک میگفت یا جان استوارت میل میگفت یا هانری دیوید ثرو میگفت که آقا انسان در پی اینه که آزاد باشه ما به انسان آزادی بدیم میخواد توانا باشه آنچوری که میخواد بکنه ایده آزادی لیبرال آزادی سلبی حالا نمیخوام وارد این تفکیک بشم که آزادی ایجابی چیه سلبی چیه آدم ها دنبال این نیستن اتفاقا اریک فروم به ما میگه جهان بیرون وقتی نگاه میکنی اول از من بیگانه است دوم دشمن منه با من رابطه خصم‌آمیز داره شما این رو الان به خوبی میفهمید دیگه اگر که مثلا فرض کنید قبل از اتفاقهای اخیر یعنی قبل از اینکه یه پندمی در دل جهان مدرن بیاد یه ترک بینش بندازه که شما ملموس این رو ببینید یا قبل از اینکه شما رو بکشونن به آستانه جنگ جهانی سوم یعنی حل و این جنگ جنگ ای خواهد بود شما این رو میبینید دیگه که این جهان هر لحظه برای شما تهدیده تح... این اگر برمیگشتیم اون مناظره که بهتون گفتم مناظره مانک بین الن و استیون پینکر که من و آرش گفتگو میکردیم اگر برمیگشتیم اونجا و این روزا بود اگر اون مناظره تو این روزا برگزار میشد خب خیلی برای شما ملموستر بود این قضیه جهانی که با من بیگانه است با من دشمنه و در این حال در این جهان انتخاب قرین ترسه فروم برای ما توضیح میده که هیتلر دقیقا این رو فهمیده هیتلر دقیقا همین رو فهمیده که انسان اصلا آزادی نمیخواد که اینجور میتونه توده ها رو بسیج کنه توده از آزادی میترسه توده طالب امنیته طالب فرمانبرداریه طالب تسلیمه توی اون اه... کتاب خودش یک فصل رو تو گریز از آزادی به همین بحث هیتلر راه میده اختصاص میده اونجا میگه که چرا هیتلر انقدر دنبال مس میتینگ ها بود یعنی این گرد همایی ها و یه توده ای که یه آدم بیان اونجا و به هیتلر سلام بدن جمع بشن به یک شکل لر بیان اکسای پیشوا همه دور ور باشه اگه دیده باشید اون مستند معروف لنی ریفرشتال رو پیروزی خواست پیروزی اراده که به خوبی این رو به تصویر میکشه و چه بحث ها که فیلسوفا راجع اون مستند نمی کنن. آیا در عین اینکه ارزش های زیبایی شناختی داره آیا اخلاقی هم هست یا نه و نسبت اخلاق و هنر رو میپرسن شما اگر که این رو ببینید میبینید آره دیگه یعنی این متوجه شده که و ب ب اگه نبرد من رو بخونید نبرد من رو به دقت بخونید من یه مقاله مبسوطی در موردش نوشتم بعضی از این گفتار اگر این رو بخونید میبینید آره هیتلر دقیقا همین میگه میگه آقا وقتی آدم میاد تو مس میتینگ میاد تو این گرد همایی ها بزرگ سازماندهی شده این اونجا دیگه احساس تنهایی نمیکنه اینو اونجا احساس میکنه عضو یک امت واحد ملت واحده این دیگه اونجا احساس ت... تمام اون استراب فرو کاسته میشه نگاه کن دیگرانی هستند که من هزاران هزار نفر هستند به قول خود هیتلر در نبرد من که دارن مثل من فکر میکنن مثل منن رأی منو میرن. اینون درک هوشمندانه هیتلر از روانشناسی گله است که همه رهبران کریزماتیک این درک رو دارن و میتونن دقیقا افسار گله رو به دست بگیرن چیزی که حالا باز اگه برگردیم گستاف لوبون برای ما صورت بندی میکرد که روانشناسی توده خودش چه جور روانشناسی است میفهمه مفتش بزرگ مفتش بزرگ میفهمه که محرک مردم خواست آزادی نیست محرک مردم ترس از آزادیه و مسیر رو به سخره میگیره این این درکی که تو از سرشت بشر داشتی اساسا درک نادرستی است میشه شما میتونید همین درک رو ببرید در اساتیر ببینید در اساتیر ببینید من گاهی رو میگم این رو مرحوم سیدی سیرجانی میگفت در اون کتاب معروفش زحاک ماردوش که خب ایرانی میدونید اون پادشاه قبلی یعنی جمشید خل میشه به دلیل اینکه حالا به تعبیر شاهنامه منی میکنه و فره ایزدی از او سلب میشه گفت گفت که منی کرد و فره ایزدی همم هم شهریاری همم هم موبدی هم پادشاه هم, هم بالاخره مرکز دینم و بعد در ایران انسان ها میخوان برن دنبال پادشاه جدیدی بگردن و پادشاه جدیدی که پیدا میکنن کسی نیست که به اونها آزادی بده اتفاقا میشنون که یک کسی هست زهاک یعنی اجدهاسان آجیده هاک که این در یک جاییست است مثلا حالا جوری که فردوسی میگه بعد فردوسی شناسان نظر بدن زدشت سواران نیزه گذار نمیدونم چ طرف های عربستان بعضیا ها گفتن میرن اونجا زهاک رو میارن چرا فردوسی برای ما میگه میگه چون شنیدند زهاک اجدها و پیکر است پر از هول شاهی ستم پرور است سواران ایران همه شاهجوی نهادند یک سر به زحاک روی و, و آقا یه آدمی از خیلی خفنه این زور میگه مثل اجده هاست این خوبه این رو ما بیاریم اینجا گریز از آزادی میخوام بگم تو استورت تو اساتی رو خودمون میتونید اینو پیدا کنید حالا مرحوم سیدی سیرجانیتون تو این کتاب آرزو میکرد که اکاش جور دیگری بود فلان این این سرشت بشره جوری که مفتش اعظم برای ما توضیح میده یا باز برگردم یه خورده به هیتلر یا حتی قبل از اون شما یک, یک نظریه پرداز سیاسی بزرگی در حد ماکیاولی رو ببینید در شهریار اونجا ماکیاولی دو جور قدرت رو از هم تفکیک میکنه یک تلقی مردانه از قدرت که شهریار باید آراسته به اون باشه ماکیاولی بهش میگه ویرتو یه همون ویرچوی انگلیسیه که حالا در زبان یونانی آرته که بعد ما در فارسی میتونیم ترجمهش کنیم فضیلت یا هنر هنر نه به معنای هنر نقاش و فاین آرت هنرهای زیبا به معنای همین فضیلت فن ما در ادبیاتمون در واقع در ادبیات کلاسیکمون هنر به معنای این, معنا هم به کار رفته یک قدرت مردانه است یک یه قدرت زنانه است بهش میگه فورتونا که همون فورچونه بخت و اقباله یک دفعه مثلا این این تلقی زنانه از قدرت یک دفعه توده های مردم تقیان میکنن علیه پادشاه حالا کار پادشاه چیه کار پادشاه اینه که با اون قدرت مردانه با تلقی مردانه از قدرت این توده زنانه رو این این امر زنانه رو این امر فورتون رو کنترل کنه مدیریت کنه توجه کنید یه جور آنالوژی جنسیت زده هم پشتش هست که من بهش برمیگردم ویرتو باید به تعبیر خود ماکیاولی کتک بزنه فورتونا رو حتی بذارید بذارید این بند رو خودم ترجمه کردم از همین فصل 25 چیز اه. کتاب شهریار این رو بخونم براتون ببینید خیلی سریع در در معمولا ترجمه‌ای که میبینید ویرتو و فورتونا رو یه ترجمه‌ای می‌کنن من همون همین دو تا واژه رو نگه داشتم داوری من این است که جسور بودن بهتر از محتاط بودن است زیرا فورتونا زن است و اگر کسی بخواهد او را متی کند باید او را کتک بزند و به او زور بگوید فورتونا بیشتر فرمان بردار کسی است که جسور باشد فورتونا نه کسی که با عطوفت و مهربانی با او رفتار کند زنان همواره با جوانان دوست میشوند چرا که جوانان کمتر محتاطند و رعبنگیزترند و آمرانه تر با زن رفتار می کنند. نقل قول بسته. تشبیه روان توده به امر زنانه توده زنبار این دقیقا همین تشبیه که شما اگر برید نبرد من رو ببینید تو همون نبرد من هیتلر از این صحبت میکنه که آقا توده امر زنانه است و این زن سرکش رو باید به یک شکلی رام کرد فارغ از این که میگم این آنالوژی رو برمیگردم بهش درسته یا نادرسته یه آنال آنال آنالوژی جنسیت زده پسا پشتشه دیگه و به همین دلیله که هیتلر اینقدر اگر نبرد من رو کسی دقیق بخونه میبینه چقدر از پروپاگاندا صحبت کرده چقدر بر اهمیت پروپاگاندا تأکید میکنه چون پروپاگاندا قراره تو اصلا روک میگه میگه پروپاگاندا رو فکر نکنید چارت روشن فکر رو باید برداره فکرشون رو عوض کنه ها پروپاگاندا برای توده مردمه ما هم اینجا هم داشتیم دیگه که یکی از رئیس جمهورای ما گفت مردم که تحت تاثیر تحصیل... حالا با اصطلاح خاصی با منظورش پروپاگاندا چیز میشن دیگه یعنی نگاه به توده به ف... تمامیت خواهی از یک... یک نگاه به توده شکل میگیره که بعد من به این برمیگردم نگاه به توده چونان امر زنانه و نگاه به امر زنانه چونان امری که طالب قدرته و دوست داره اقتدار بالای سرش باشه کتک بخوره حتی خب این برداشت مفتش بزرگ از سرشت بشره که با برداشت مسیحیت متعارضه مکرر این تعبیر رو به کار میبره توی کتاب که سرشت بشر امری ضعیف و زننده است انسان تقیانگر ضعیف گناهکار بی به این نمیشه آزادی داد مفتش به مسیح این طور میگه آدمی از آن چه تو میپنداری ضعیفتر و پستر است ما ضعیف و گناهکاریم پس از آزادی میترسیم و دنبال اقتدار میگردیم این, این جمله بسیار مهم. آدمی مشتاق سه چیز است. معجزه، راز و اقتدار تا در لحظه های شک و تردید و استراب او را نجات دهد. معجزه، شک، اقتدار. Miracle, Mystery, Authority. این که دیگه از اون ستایی های متنه که مفتش اعظم میگه. این تسلیس رو میخواد جایگزین تسلیس مسیحی اون پدر پسر روح القدس کنه نه انسان دنبال این سه چیزه miracle, mystery and authority انسان دنبال معجزه راز و اقتداره این باز خواهد شد در دل متن و این این سه تا رو یعنی معجزه راز و اقتدار موتیف متن یعنی یه مضمونیه که درش تکرار میشه و متخصص تولید متخصص تولید معجزه اقتدار و راز کلیساست کلیسای کاتولیکه در نگاه داستایفسکی و این این کار مفتش بزرگ این رو داره به مسیح میگه ما اینو تحویلشون دادیم شما حتی طراحی کتدرال های بزرگ رو ببینید در خدمت همینه معروف دیگه که شما مثلا کتدرال نوتردام میگه شما از شبستان قراره از شبستان که وارد میشید از اول شبستان تا آخر شبستان که برید ایمانتون راسختر بشه یا ایمان بیاورید اصلا یک فضای اسرارآمیز بهتنگیز مقتدر به شما نشون میده که این اتفاق بیفته بنابراین مفتش بزرگ داره چه میگه داره یک خانش جدید از سرشت انسان میده با یک جور تفسیر بدگمانانه با یک جور هرمنیوتیک سوء زن که سرشت بشر در پی آزادی نیست از آزادی گریزانه سرشت بشر دنبال امنیته دنبال پیروی از گله است سرشت بشر دنبال معجزه راز و اقتدار برخلاف تصور مسیح اما در ادامه مفتش میره سراغ انجیل سراغ انجیل متیوس سنت متیو انجیل متا و در اونجا حکایتی هست که در یک ای در بیابانی شیطان مسیح رو میخواد وسوسه کنه و سه پیشنهاد به مسیح میده سه سوال از مسیح میپرسه سه جور مسیح رو وسوسه میکنه من میخوام این بخش رو کوتاه سه سوال رو با هم ببینیم تحلیل کنیم بعد دوباره برگردیم به متن دستایفسکی عنوانش هست آزمون در بیابان یا محک زدن در بیابان آنگاه روح روح همون روح القدسه آنگاه روح ابلیس را به بیابان برد تا ابلیس او را بیازماید او یعنی مسیح چهل روز و چهل شب روزه گرفت تا گرسنه شد مسیح رو میگه حالا گرسنه است توجه کنید مسیح گرسنه و آزماینده یعنی شیطان نزدیک او آمد و گفت اگر پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان شوند مسیح پاسخ داد مکتوب است آدمی نه تنها به نان زنده است بلکه باید به تک تک کلماتی زنده باشد که از دهان خدا بیرون می آید وسوسه اول مسیح رو در گرسنگی میگیره به شیطان در اون بیابان میگه تمام این سنگا رو بگو نان بشه اگه تو فرستاده خدای میگه نه آدمی فقط به نان زنده نیست به کلمات خدا زنده است تسلیم این وسوسه نمیشه وسوسه اول چیه قدرت اقتصادی مسئله نان مسئله ای که بعدها یکی دیگه از اساتید سوء زن در واقع که <applause> گفتم همزمان با دستایفسکی هم مثل این مارکس ما رو متوجهش میکنه متوجه اهمیتش میکنه قدرت اقتصادی مسیح قدرت اقتصادی رو پس زد مفتش برمیگرده به این دو آنگاه ابلیس او را به شهر مقدس برد و او را بر بلندای معبد قرار داد و گفت اگر پسر خدا هستی خیش را از بالا به پایین پرتاب کن بردش بالاترین نقطه معبد گاه راست میگی پرت کن خودتو تو پایین چون مکتوب است شیطان میگه چون مکتوب است خداوند به فرشتگان خود مسئولیت داده از مسیح محافظت کنند و تو را با دست بگیرند مبادا پایت به سنگی بخورد و جراحت بردارد پیشنهاد تازه يه. شیطان اینه که از قدرت روانشناختی استفاده کن قدرت اول قدرت اقتصادی بود اکانامیک پاور حالا قدرت روانشناختی یعنی استفاده از همون سه عاملی که گفتم است، استفاده از راز معجزه و اقتدار اگر مسیح این نمایش رو میداد که از اون بالا پرت میشد پایین و فرشتگان نجاتش میدادن اسرارآمیز بودن خودش و مقتدر بودن خودش و اینکه یک موجود ابر انسانی این رو نمایش میداد و خب گله پیرو خودش میکرد مردم رو مپوت میکرد مردم مطیع خودش میکرد همون اتفاقی که همون کاری که شخصیت های مدرن میکنند مسیح چه پاسخی داد؟ مسیح گفت مکتوب است نباید خدای خود را آزمود ن... نپذیرفت من خدا رو محک نمیزنم نوشته شده من نباید این کار رو کرد قدرت اقتصادی رو نپذیرفت قدرت روانشناختی رو هم نپذیرفت سه دگر بار ابلیس او را بر چکاد کوهی بسیار بلند برد و همه قلم روحای جهان و شکوهشان را به او نشان داد و گفت اگر مرا سجده کنی و عبادت کنی همه ممالک جهان را به تو می بخشم. مسیح شیطان را گفت دور شوی شیطان مکتوب است باید خدای خود را سجده کنی و تنها او شایسته عبادت است باز سومی قدرت سیاسیه امپراتوری سازی امپریالیزم من کل ممالک جهان رو به تو میدم باز گفت نه انسان با... به شرطی که من رو سجده کنی انس... نه انسان فقط خدا رو سجده مکتوبه که باید فقط خدا رو سجده کنه ابلیس او را ترک گفت و کروبیان به نظاره مسیح آمدند پس قصه رو بذاریم تو این کانتکست سه وسوسه رو داره به مسیح پیشنهاد میده وسوسه قدرت اقتصادی نان وسوسه قدرت روانشناختی توجه کنید این قدرت روانشناختی قدرت تمام رهبران کریزماتیک جهان مدرنه رهبر که هیتلر چیکار میکرد؟ هیتلر مسخ میکرد مخالفان هیتلر میگن وقتی هیتلر میومد روی استیج مسخ میکرد همه رو حالا لزومن هم شهر نمیخواد باشه گاندی هم همین بود گاندی این آقای خیلیا خیلیا آقای نهرو که میدونید دوست بود با گاندی و همین جزء جنبش استقلال خواهی هندوستان بود و بعدم شد نخست وزیر هندوستان نهرو میگه گاندی وقتی میومد حرف میزد انگار روان زخم های توده مردم رو میشناخت مثل یه روان اینو این, این اون قدرت هست دیگه قدرت وسوسه قدرت رازالود نشون دادن خودت کریزما فرهمندی چیزی که مکس وبر بسیار راجع به شرف میزنه و خب و خب ما البته امروز میدونیم که این کریزما حالا هم روانشناسی به ما میگه و یونگ به ما میگفت قدرت امثال هیتلر و مشخصا اسم هیتلر رو میاره مثل قدرت جادوگراست توی شمنها و نمیدونم اون یعنی اینکه میتونه توده رو منیپولیت کنه توده رو مسحور خودش کنه و ما امروز علم پیشرفت کرده این آقای استیون ناوللا که میدونید هم نوروساینتیسته هم تفکر انتقادی کار میکنه کریتیکال تفکر نقادانه کار میکنه کریتیکال تینکینگ نشون میده با اف آر آی که چجور رهبر کریزماتیک بخش سنجشگر مغز رو از کار میندازه خب برگردم به قصه دستایفسکی پس مفتش بزرگ روبروی مسیح داره منطق شر رو مسیح حالی میکنه مفتش بزرگ اینجا میگه که مسیح تو رو بردن و این سه تا پیشنهاد رو به تو دادن و تو چه اشتباهی کردی که اینها رو نپذیرفتی میدونی چرا نپذیرفتی چون تو نمیشناسی انسان رو سرشت انسان رو نمیشناسی یه انسانشناسی خطا داری باز, باز به اون لایهی برگردید که من با پاره گاندی دوست درونم گفتگو میکنم که بهم بگه تو سرشت انسان رو خطا میشناسی بگذارید باز یک تا تا بند بخونم که ببینید مفتش چجور سرزنش میکنه مسیح رو میگه که روایت رو شهر میده که شیطان بهت گفت اینا رو نون کن سنگ رو و تو نپذیرفتی چون اینگونه دلیل آوردی که این چه نوع آزادی است اگر فرمان برداری به قرسی نان خریده شود میگه تو مسیح جواب دادی روایت تکمیل هم میکنه دیگه اینا حالا توی انجیل نیست داره قصه پردازی میکنه دیگه میگه تو گفتی آخه این چه آزادیه که ما با نون ملت رو بخریم با نون ملت رو بخریم کاری که همه پوپولیست های عالم میکنن دیگه مسیح قبول نکرد این رو این چه نوع آزادی است اگر فرمان برداری به قرص نانی خریده شود تو اعتراض کردی که انسان تنها به نان زنده نیست اما آیا میدانی به نام همین نان زمینی روح زمین در برابر تو اسیان خواهد کرد و با تو خواهد جنگید و بر تو چیره خواهد شد و همه از او پیروی خواهند کرد و به بانگ بلند خواهند گفت کیست که با این وحش برابری کند چون آتش را از آسمان برای من فرود آورد آیا میدانی که قرنها سپری خواهد شد و انسان با زبان حکمت و علمش اعلام خواهد کرد که دیگر هیچ جنایتی نیست و بنابراین هیچ گناهی نیست مگر انسانهای گرسنه نخوست نانشانده بعد از آنها فضیلت طلب کن میگه یه روزی میاد که میفهمی میگن هیچ چیزی از گرسنگی بدتر نیست تا زمانی که آزاد بمانند اما در پایان آز آزادیشان را به پای ما خواهند انداخت و به ما خواهند گفت بهتر است ما را برده کنی اما به ما نان بدهی این ندای مردمیه که از قول مفتش بزرگ میگه مردم نگاهشون اینه مردم ماعده ای آسمانی نمیخوان ماعده زمینی میخوان و روزی خواهد آمد که به تو میگن نه ما رو برده کن ولی به ما نام بده آزادی چه نان بده خب خب حالا خب، این نان رو شما همین روزگار امروز مثلا پول بگیرید مسئله ای که دیگه باید رفت و از مارکس بررسیش کرد میگفت که فردریش نیچه گفتم براتون میگفت خدا مرده است یکی دیگه از فیلسوفا میگفت نه خدا نمرده نه است به پول بدل شده است من همیشه به رو میگم میگم تو این مالهای بزرگ آدم میره مالهایی که بر انسان قالبن قشنگ اونجا میتونی حس کوچیک بودن رو اونجا ببینی به خصوص حالا اگه در کشورهای غربی باشه چه چقدر بیشتر بعد اونجا خب میگن الا به ذکر الله تطمئن نل غلوب. تو کی قلب تاروم میشه وقتی دست میزنی یعنی از کارت آبربان که تمرات ها خدا نمرده است که خدا به پول بدل شده میگفت گیورگ زیمل میگفت میگفت منتها این یه جور بیرنگی داره یه جور کالرلسنس داره که نمیبینیدش ولی مخرج مشترک همه ارزش ها شده تو متروپول تو کلان شهر مخرج مشترک همه ارزش ها شده اون بحث مفصلی است که ما نمیخوایم حالا وارد اون بشیم مسئله اینه مسیح میتونست این پول رو به دست بیاره و نخواست و خب مفتش اعظم میگه پس این این چیه این این کاریه که تو معلوم آدم رو نمیشناسی سرشت بشر رو نمیشناسی که کلیسا این خطا رو تکرار نمیکنه کلیسا این خطا رو تکرار نمیکنه کلیسا توضیح دیگری از سرشت انسان داره سرشت انسان رو دقیق میشناسه به جای تو کلیسا به تو میگه که اگه آیا... آیا... انسان روحش رو به پول میفروشه؟ کلیسا بهت میگه بله بله پاسخ مثبته باز باز برگردید به همون ایده های گاندی گاندی هم همین حرفا رو میزد دیگه گاندی میگفت که حقیقت همون خداست و این حقیقت ما رو به آزادی میرسونه و تمام اینها آیا آیا شناخت گاندی هم از سرشت انسان همین قد جوری که پاره ای از منتقد ها میگن خرابه بعد مفتش میره سراغ دومی قدرت سیاسی قدرت روانشناختی که باز مسیح نپذیرفت یعنی اینکه از بالا پرت چه پایین و فرشته نجاتش بدن مفتش میگه چرا نپذیرفتی خب مفتش خودش پاسخ میده میگه به خاطر اینکه میخواستی مردم آزادانه به تو ایمان بیارن برای اینکه گفتی اگر من این معجزه رو نشون بدم مردم به واسطه معجزات هم به من ایمان خواهند آورد تو پرانتز بگم البته خب مسیح معجزاتی کرد ولی مسئله مفتش همون همون تو مسیر هم داستایفسکی نشون میده میگه که وقتی میومد مثلا کوره گفت آقا منو بینا کن همون موقع بینا شده ولی مسئله مفتش بزرگی نیست میگه اون استیجی که باید یه معجزه نهایی می کردی که همه مجاب می شدن همه رو مفتون میکردی توی اون استیج از این, از معجزه سر باز زدی معجزه اصلیه رو نکردی کلیسا این خطا رو نمیکنه چرا معجزه نهایی رو نکردی برای اینکه مردم تو رو آزادانه انتخاب کنن خب این انسان نشناسی مفتش بزرگ میگه برای اینکه مردم منتظر رازن مردم مردم اقتدار دوست دارن دوست دارن رازالود باشی تو کلیسای کاتولیک در هر اقدام خودش معجزه نشون میده مفتش میگه به همین دلیل که کلیسا نمیاد بگه من خطا پذیرم ببینید شما در طول تاریخ نگاه کنید دیگه مثلا خود خود هیتلر هیتلر مکرر اونجا میگه اگر ذهنیت یا منتالیتی هیتلر رو در بیاریم به لحاظ معرفت شناختی یه این تمام ایاره یه کسیه که معتقده خطا در اون منظومه فکری راه نداره برای اینکه تو به توده بگی من فلان جا خطا کردم حالا اومدم تصحیح کنم خودمو اونا میگن که یه بار خطا کرد بازم خطا میکنه قافل از اینکه خب قاعده کار انسان همینه این رو نمیپذیره کلیسا خودش رو خطا ناپذیر جا میزنه برای اینکه اسرارآمیز باشه برای اینکه اقتدار بفروشه و گله رو مطیع کنه میگه که مفتش میگه ما این خطای تو رو هم اصلاح کردیم همین که انسان مفتش میگه همین که انسان منکر معجزه شود بیدرنگ منکر خدا خواهد شد میگه اگه خب اینا گفتن معجزه نیست خب خدا میگن نیست باز بندی رو راجع به این سال دوم بخونم نمیدانستی همین که انسان معجزه را منکر شود بیدرنگ خدا را نیز منکر خواهد شد از آن که انسان به اندازه معجزه خدا را نمی جوید یعنی معجزه رو بیشتر از خدا میخواد و چون زندگی بی معجزه را بر رفته رفته معجزاتی تازه برای خودش می آفریند این بار معجزات خودش را و در برابر معجزات دروغین یا سحر زنان سرفرود خواهد آورد هرچند صد چندان سرکش و مرتد و بی خدا باشد میگه اصلا بی خدا هم بشه باز معجزه می خواهد بگه بی خدا بشه دیگه معجزه یه معجزات دیگری پیدا میکنه در برابر به قول این مفتش سهر زنان سرفرود میاره آنگاه که تسخر زنان و دشنام گویان بر سرت فریاد میزدند از صلیب فرود نیامدی اون لحظه ای که رو صلیب به صلیب کشته شده بود میگفت خب میامدی پایین الان دیگه نمیخواست بیای از صلیب فرود آی مردم میگفتند تا به تو ایمان بیاوریم تو فرود نیامدی چون باز هم نمیخواستی انسان را با معجزه به بردگی بکشانی و تشنه ایمان و آزادانه بودی نه معجزه آسا ایمان بر پای معجزه رو نمیخواستی میخواستی آدما آزادانه ایمان بیارن تو تشنه عشقی بودی که آزادانه باشد و نه, اش... نه تشنه شوق بردوار برده ای در پیشگاه قدرتی که او را همواره ترسان میخواهد باز باز چطور این؟ چرا اینو میخواستی؟ برای اینکه انسان رو نمیشناختی برای اینکه سرشت انسان رو نمیشناختی اگر اون معجزه نهایی رو می کردی اون خصلت مسیانی که تو یعنی خصلت منجی بودن خودت رو ثابت می کردی ولی نکردی مردم اینو میخوان مردم رهبر کریزماتیک میخوان مردم شعبده بازانی میخوان که به لحاظ سیاسی یک پارچهشون کنه رو روان زخماشون دست بذاره قصه های باورپذیر برای اینا بگه معجزه بهشون نشون بده حتی تو پرانتز بگم این بعد دوم قدرت روانشناختی گفتم حتی خود هیتلر هم همینه خود هیتلر هم اگه اون قدرت رو نداشته میتونه توده مردم رو در هند بسیج کنه اون اختلافات عجیب و غریب هند رو یه پارچه کنه مردم معجزه اقتدار و راز میخوان این این سکلید واژه مفتش اعظم اما سومی چی سومی وسوسه قدرت سیاسیه یعنی شیطان بهش میگه نگاه کن چه ممالک با شکوهی من کل اینا رو میدم به تو وسوسه ای ایجاد یه جور ورلد استیت یه جور حاکمیت جهانی پایان دادن به نزاهای جهانی پایان دادن به نزاهای سیاسی نوع بشر ایجاد یه نهاد یک پارچه سیاسی اون چیزی که در در دق دق ادبیات سیاسی بهش میگیم امپراتوری سازی امپریالیزم همین همین که در واقع حمله میکنن کشورهای دیگر رو میگیرن به خودشون قبلا در قالب تجارت میرفتم که کمپانی هند شرقی فلان یک جور یونیورسال استیت یک جور حاکمیت جهانی پیاده کنی و تو باز قبول نکردی باز قبول نکردی مفتش ببینید راجب این وسوسه سوم چی میگه با این همه تو می توانستی حتی آن وقت شمشیر قیصر را برگیری چرا به آن واپسین پیشکش دست رد زدی؟ حالا چرا این سومی رو قبول نکردی؟ اگر آن سومین توصیه نیرومند روح القدس را پذیرفته بودی می توانستی همه آنچه انسان بر زمین می جوید را فراهم آوری یعنی کسی که به پایش بیفتند کسی که وجدانش را در اختیارش بگذارند و سرانجام ای برای اتحاد همگانی در مورتپه مشترک تپه رو مترجم برای انت هیل برده تپهی که مورچا ها میسازن راجبش حالا حرف میزنم در مورتپهی مشترک هماهنگ و بیچون و چرا چون نیاز به اتحاد همگانی سومین و آخرین عذاب انسان هاست نوع بشر در کل همیشه مشتاق بوده امور را به گونه ای سامان دهد که همه با هم متحد باشند ملت های بزرگ بسیاری با تاریخی بزرگ بودند اما هرچه این ملت ها بالاتر می ناخشنودتر می شدند. چون بسیار بیش از دیگران نیاز به اتحاد را می فهمیدند. کشورگشایان بزرگ، تیمور لنگ ها، چنگیز خان ها، همچون گردبادی زمین را در نوردیدند و در آرزوی فتح کیهان، اما آنان نیز البته ناخداغا همان نیاز بزرگ بشر را به اتحاد همگانی جهانی می دانستند. میگه کشورگیران بزرگ امپراتور سازان بزرگ هم همینجور بودن اینا میفهمیدن بشر دوست داره یک امپراتوری واحده ایجاد بشه یه انتیل یه مورتپه دیدید این مورچه ها با همدیگه یه همکاری میکنن یه کامیونیتی دارن که تو این همکاری تون 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 یه سازه ای میره بالا موریانه ها مورچه ها آدم دوست داره ادغام بشه در دل یه انتیل در دل یه مرتپه که هر کی کار کرده معینی داشته باشه یه چرختندهی باشه جامعه بره بالا و هیتلر اینو درک کرده نیشن ملت واحد امت واحد خلاصه اینکه ما با یه ستایی دیگه طرفیم یعنی قدرت سیاسی قدرت روانشناختی آه و قدرت اقتصادی که باز مسیح ازش سرباز زده و مفتش به ما میگه که اینکه مسیح از این سرباز میزنه ناشی از اینه که سرشت انسان رو درست نمیشناسه توجه کنید داستایفسکی نمیخواد شر رو گلوریفای کنه شر رو تکریم کنه کاری که هیتلر میکرد هیتلر خشونت رو تکریم میکرد خشونت رو یک امر باشکوه میدونست داستایفسکی میخواد بگه منطقی که شر داره چیه ولو داستایفسکی با این منطق هم دل نباشه میخواد به ما جرأت بده به اون نیمه تاریک انسانی نگاه کنیم پایانبندی روایت مفتش بزرگ که یک پایانبندی بسیار خوندنیه از این قراره که خب مسیح باز ساکته هیچ حرفی نمیزنه مفتش بزرگ حرفاشو زده وقتی مفتش بزرگ ساکت شد مدتی منتظر زندانیش ماند تا جواب بدهد سکوت بر او سنگینی میکرد دیده بود که در همه این مدت زندان چه با دقت و آرام گوش میدهد یک راست در چشمش زل زد و ظاهرا دلش نمیخواست با چیزی مخالفت کند پیرمرد دلش میخواست او چیزی بگوید چیزی حتی تلخ و هولناک اما ناگهان در سکوت به پیرمرد نزدیک می شود مسیح اما ناگهان مسیح در سکوت به پیرمرد نزدیک می شود و بر لبان بیخون نوت ساله اش بوسه می زند یک دفعه مسیح بدون که حرف بزنه را می افته میاد لب مفتش رو می بوسه همه پاسخش همین است مثل آدمو یاد لحظه قتل گاندی میندازه که وقتی کشته شد باز طالب بخشش بود برای اون کسی که بهش تیر زده پیرمرد مرد میلرزید چیزی در کنج دهانش تکان میخورد به سوی در رفت بازش کنید در و باز کرد و مسیح گفت برو و دیگر هیچ وقت بر نگرد هیچ وقت بر نگرد هرگز هرگز و او را در میدان شهر رها کرد به مسیح گو نگاه کن تو سرشت انسان رو نمیشناسی برو دیگه پیداد نشه برو پشت سرتم نگاه نکن و این جمله آخر بوسه یعنی بوسه مسیح قلب پیرمرد را به آتش کشید اما پیرمرد به اندیشه قبلی از چسبید جوری که گاندی به ما یاد میده جوری که مسیح به ما یاد میداد اگه باد به کاریم طوفان درو میکنیم این این تعبیر گاندیه که مکرر به کار میبره و از مسیحیت گرفته که ای نور دیده به جز از کشته ندروی محبت محبت میاره مسیح میبوسدش ولی سرشت انسانی اینه که باز آه مفتش میچسبه به همون عقاید قبلیش ما اینجا یه تقابلی رو میبینیم انگار در مفتش بزرگ یه پریفیگر یه, 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 از قبل انگار داره برای ما یه دیالوگ فرضی رو بین مثلا گاندی و هیتلر بازسازی میکنه یکی از قدرت خشونت حرف میزنه از نظامیگری حرف میزنه از کتک زدن توده حرف میزنه از اقوای توده حرف میزنه از اینکه توده چجور در مقابل پول در مقابل شهرت پاش سست میشه از اینکه چجور میشه توده رو رو منیپولهیت کرد کنترل کرد و یکی دیگه از بخشایش و ترحم و دوستی حرف میزنه و ما با این سوال رها میشیم با این سوال رها میشیم که واقعا اگر با چرخه خشونتی روبرو باشیم چنان که در, در ریل پالیتیک امروز هست چه راه حلی رو باید رفت راه حل مفتش اعظم رو یا راه حل مسیح رو راه را حل گاندی رو یا را، راه حل هیتلر رو یک نکته آخر بگم و بحث خودم رو تمام کنم این این بخش این بخش رو من خوندم همون بخش مفتش بزرگ رو و اون نکته آخرینه این تعمل آخر منه تعمل خام آخر منه که دوست دارم که این رو با شما در میون بگذارم اگر که کسی آمد گفت مثل مکیاولی یا مثل هیتلر که زنان به مردان مقتدر گرایش دارن و دوست دارن از مردان کتک بخورن و دوست دارن مرد خشن باشه تا اینکه لطیف و ملایم باشه چطور میشه این حرف رو ابطال کرد چطور میشه این حرف رو ابطال کرد چطور میشه این تحلیل این جندر انالیسیس و این تحلیل جنسیتی رو چطور میشه ابطال کرد احتمالا با نشون دادن زنان و رفتارشون در جهان بیرون بهترین کاری نه دیگه رو صندلی که نمیتونیم بشینیم حرف بزنیم مثل فیلسوفان کرسی نشین بریم نگاه کنیم دیگه بعد نشون بدیم بگیم ببین 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 در هر عرصه مثلا زنان چه کردن چه جوری پیشرفت کردن چه کار میکنن فیلسوفان زن رو ببین ریاضیدان های زن رو ببین پزشکان پرستاران نمیدونم حالا اگه کسی همین همین تحلیل رو راجع توده مردم داشت بعد چیکار کنیم همین تحلیل راجع توده مردم داشت بعد بریم رفتار توده رو بهش نشون بدیم بگیم نگاه کنین نیست ولی خب وقتی میریم و باز میکنیم میبینیم نه این هست یعنی وقتی شما همین فضای مجازی رو آینه ای رو به روی ما میگذارید این فضای مجازی یه چیزیه که دوتا کار میکنه من گفتم قبلا تو بحثم هم در حالی که ما رو بازنمایی میکنه ریپرزنت میکنه در همون حال ما رو میسازه به این معنا که مثلا فرض کنید من قبلا تحمل اینو داشتم که متنی رو مثلا 100 صفحه مقاله رو بخونم الان میگه آقا تو 250 تا کلمه بیشتر اتوس جدیدی منش جدیدی در من شکل میده من 250 تا کلمه بیشتر وقت نمی کنم بخونم اگه تونستی حرف 250 تا کلمه بذار نتونستی نتونستی نزن خیلی بده چون مکتنه با اتوس ناشکیبا در, در تعمق در این حال هم داره وضعیت ما رو بازنمایی میکنه دیگه نشونمون میده کی هستیم نشونمون میده که بلا فاصله میخوایم بریم یه دو تا قطب مخالف و موافق ترتیب بدیم با هم دیگه با پرخاو شرف بزنیم همدیگه رو به نادانی متهم کنیم هم دیگه همین اخیرا دیدید آقای چیز اومده بود آقای مرجویی که اون حرف زد من دو تا پست تأمل اخلاقی گذاشتم در در رابطه با اینا اسمم نیوردم تعمدن نه نیوردم که یعنی چه اون آدم خوب بعد هر چی این, این تأملات سر جای خودشه بعد می‌دیدم تو پی ام میاد میگن حالا دیدی این شد دیدی اون جور شد اینم اینم وضعیت ماست دیگه خب وقتی شما میبینید این رفتار تو رو به این نتیجه میرسید که این این مردم شناسی مفتش اعظم بیرا نیست دیگه منطق شهر رو داستایفسکی درست نشون داده اما یک خبر امیدوار کننده در این میان میشه دید دیگه یعنی احتمالا اگر اینستاگرام و تلگرام و فضاهای حقیقی و مجازی توده ایرانی ها رو با فضاهای حقیقی و مجازی توده شهروندان کشورهای حالا به یه معنا کشورهایی که به ما 500 سال دیگه احتمالا به لحاظ مثلا شاخصهای اقتصادی و رفاهی و اینا به اونها میرسیم با اینا مقایسه کنید میبینید اونجا این وضعیت نیست اینجور پولاریزیشن اینجور گله‌ای هجوم آوردن اینجور لول داون شدن این لغتیه که کیرکگور میگفت در در اون جستار معروف خودش اصر حاضر میگو اصر حاضر هنوز فضای مجازی رو ندیده بود میگو اصر حاضر لول داون میکنه این همه رو میاره پایین یک سطح میکنه اگر که اونجاها این نیست پس یه،, یه،, معنی این داره معنیش اینه که انسان میتونه بهتر بشه خبر بعد خبر بعد این که این, این منطقی که مفتش اعظم میگه تا حد زیادی درسته خبر خوب این که ما میتونیم بهتر بشیم انسان هیچ وقت یک سره عاقل نخواهد شد اما عاقل از آنچه که هست میتونه بشه اخلاقیتر از آنچه که هست میتونه بشه خب این در گروه چیه؟ چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ در گروه آموزش و شکیبایی آری شود ولی به خون جگر شود در گروه آموزش و شکیبایی من امیدوارم که همه ما آموزش رو دغدغه خودمون بکنیم این احتمالا آخرین بحثی بود که من یعنی احتمالا که نه حتما آخرین بحثی بود که من در این سال با دوستان داشتم در کنار حالا بحث ها و نوشته ها و نمیدونم جلسات و درس گفتار ها و کلاس ها و اینجور چیزا آیا بخت این محقق میشه که روزی همه دوستان رو ببینم و بهره ببرم از همسخنی باهاشون امیدوارم دوستتون دارم سال خوبی رو پیشاپیش براتون آرزو میکنم ارادت بسیار